بالاخره موتر افغانستان رونمایی شد و خیلی از این بابت تعجب کردن و همینطور خیلی براشون سوال پیش اومده که چرا این موتر آینه نداره و همچنین برف. توی این ویدیو قرار به این سوالات بپردازیم با حضور خود آقای احمدی که به این سوالات پاسخ داد. همچنین میخوام درباره دیزاین داخلی این موتر صحبت کنیم. برای خیلی سوال پیش اومده بود که دیزاین داخلی این موتر چه شکلیه، چون ازش رونمایی نشده بود. قراره به سری از این سوالات پاسخ داده بشه و همه ابهامات برطرف بشه. بریم که با هم این ویدیو جذاب و داشته باشیم. سلام، بنده احمدی هستم و شما مستطیل انتاپ رو تماشا میکنید. امشب مهمان داریم. چه مهمان؟ بیشتر منتظرتون نمیذارم. فرهاد نامکی. سلام علیکم. سلام. تبریک باشه. با شما و با تمام تیم تان. خیلی باشه. من ممنون باشه. بخیر باشه. از قضیه احوال داریم برفی با. والا از همین پانتون خوابو لسو نرفته دیگه. ما برف بشه خواب. یه چیزم سر ما چپ شد. یه کاغذ بردن دادن ببینید چی کارت دارم. باز کردیم دیدیم که سر ما چپ شد. یه ماهی سر ما چپ شد. خوب هستی نامکی سر؟ بخیر باشیم. ماهی رو من میتونم که بپردازم. پولش اگه شما غریب هستید. نه دیگه ما به خیلی لوی شدیم. از سر شکل ما پیدا هستیم. بخیر اومده. دار باشه. بر تشکر. خیر باشیم. ممنون باشیم. تشکر. جای ما هم هست شد. در خدمت هم. در خدمت هم. حال شما میتونی سوال کنیم. من جواب بتون. مهمان شما. یکان تا مردم ما سوال میکنن که چی کردی بیادر؟ امین تایلش از بنز است، شیشش از مارسدس است، تیلش از آمریکاست. شما چی رو جور کردین چش مردم رو خاک میزنیم؟ ما از این جمله خلاصی نداریم نامکی سر. شما اینا هم اونجا پرسیدی که ما از این بس خلاص بشیم که ما یه جوابی دادیم که منطقی این که من خیاطم، نخ و لباس، نخ، پارچه کار من نیست. ما باور بکن که از این خلاصی نداریم. در جدیدترین همیشه سوال پرسیده میشه که امی آینه بغل ای کجاست؟ والا ما این اومدیم خیالی بغل نگاه کن تو رو حالا ما اومدیم که گفتیم این سیستمش سویهش بالا باشه. کمره شاندیم، LCD شاندیم که شیشش هم سیاست دیری برای ما راحت تر باشه. الان شده بلای جون که امی آینه ای کجاست؟ وقت پاکن و مردم ایلا داده نیستن. اما خیلی حتی چهارشنبه ما رونمایی داریم، امور هم جور میکنیم. فکر نمی کنم که از این خلاصی بشتیم. حال خلاص شده نه خود جواب شو نداده نه دوباره سبا یه بحث دیگه شده میشه. نه من و دوستامیم. خب من و دوستامیم. دوستا آینهش نشاندن، تکنولوژی پیشرفت کرده، گرفتن کامره شاندن، LCD شاندن، یک کار نو و کار متفاوت کرده. یه صفحه فیسبوک درست شده به اسم من. چند یکی نه دو تا سه تا چهار تا پنج تا 70,000 تا خوش 70 من خود نفهمیدم چی گفتی مقصد 60,000-70,000 تا خورده. یک بحثایی از طرف من میکنن والا تا به زندگی نامه من بخیر بخش شده. من دو تا مسئله اینجا قبل از اینکه بحثمون رو شروع کنیم، ما بیشتر میشیم، ما تو همین تلویزیون، تو همین مستطیل انتاب این بار رامکی مهمان ماست. یک برنامه کامل داریم و این صرفا اینتروی این برنامه است. دو تا مسئله هست که همین رو بیان کنیم. یکی این که من هیچ شبکه اجتماعی ندارم، واقعا وقتشو ندارم، همین موبایل سنگینی میکنه داخل جیبم. دو، اون روز ما نیم ساعت قبل از اون با هم صحبت کردیم، قرار شد که تو به همین شکل این سوال از من بپرسی. تو همینطوری این سوال از من بپرسی که همون کسایی که این سوال به همین لحن میپرسن متوجه باشن که جوابشونو بگیرن و این یه سوء تفاهم شد از طرف من. بخشش باشه. خواهش میکنم و به حال خواهد وقت راضی هستی یعنی تو هم شریم و در هر صورت تشکر و خیر باشه. خدا نگهدار. خدا حافظ. همونطور که دیدیم به همه اون سوالایی که مردم تو ذهنشون ایجاد شده بود آقای احمدی جواب دادن با اون مهمون برنامهشون. یه جورایی انگار قراره که تو این برنامه یه سری از افراد دیگه بیان و خلاصه صحبت‌های بینشون بشه. یه جورایی دیستوری بود اگه دقت کنیم، چون اون مجریه تو برنامه قبلی آقای احمدی رفته بود تو شبکه طلوع، الان این آقا اومده توی این برنامه. خیلی باحال. و توی اون برنامه یه سری سوالات پرسیده نشده بود که اینجا پرسیده شد و متوجه شدیم که این موتور با استفاده از تکنولوژی پیشرفته دوربین قراره عرضه بشه. یکی دیگه از سوالای
سوالایی که مردم افغانستان تو ذهنشون ایجاد شده بود این بود که تو اون ویدیویی که موتور افغانستان به حرکت در اومده توی شهر کابل چرا درهای ماشین شیشه نداشت. الان دقیقاً اگه به این ویدیو دقت کنین فکر میکنید که این موتور شیشه نداره، در صورتی که توی این ویدیو شیشه پایین بود بنا به یه سری از دلایل که الان این شخص سرشو از این موتور آورده بیرون، که اون موقع سیستم دوربین آینه کاملا شک نگرفته بود و برای اینکه متوجه بشه دقیقاً این موتور تو چه موقعیتی قرار گرفته طرف سرشو آورده بود بیرون از شیشه این موتور. سوال بعدی راجع به برف واکن این موتور بوده که اومده بودن گفتن چرا این موتور برف واکن نداره. خب وقتی گروه انتام اومده همچین موتور خفنی ساخته، خب یه برف واکن اصلا براش کاری نداشته که برف واکن درست کنه، مهمی نیست اصلا. دقیقاً. و جالب اینجاست اون روزی که موتور برای حرکت توی کابل اومده بود صاف همون موقع برف اومد. آره یعنی فکر کن برف واکن نذاری بگی خب حالا چیز مهمی نیست، صاف همون روز برف بیاد اونم شدید، اونم فکر کنم بعد از مدت ها، حالا نمیدونم توی کابل چند وقت پیش برف اومده، فکر کنم اونجا زیاد برف بیاد. آره نه امسال خیلی برف اومده، همه اینقدر خوشحال میرقصیدن. خیلی انتقاد کردن گفتن خب چرا برف واکن نداره، نمیدونم دیزاین داخلیش کامل نیست، یه سری جزاش کامل نیست، اومدن شات گرفتن و نشون دادن. خب ببینید ساعت انتظار رفته بود بالا، مردم هی تشنه بودن که اینو ببینن، حرکت به حرکت افتاده و دیگه یقین بیارن که آقا این موتور واقعا ساخته شده و حرکت میکنه، برای همین دیگه اومدن زودتر اینو شاتاشو گرفتن که مردم نشون بدن که آقا این موتور حرکت میکنه و هست. اگه بخوام برف واکن رو بسازم فکر کنم کار یه روز باشه. آره با برف چیزی نیست که دیگه با این همه چیز خفن ساختن برف واکن راحت. و سوال بعدی که مطرح شده بود این بود که چرا اول این ماشین رنگش سفید نزدیک به خاکستری بود ولی بعد تبدیل شد به مشکی. دلیلش این بود که به گفته خود گروه انتاپ این ماشین وقتی مشکی باشه زیباییش چند برابر میشه نسبت به زمانی که سفید باشه، و واقعا از نظر من هم همینطوره. آره دیگه اون چیزی که ما توی جاده‌های برفی کابل دیدیم با اون چیزی که اول دیدیم به رنگ سفید خیلی فرق کرده داستانش و خیلی قشنگ‌تر شده واقعا. الان دو تا عکسی که میاد اینجا رو نگاه کنی، رنگ سفید و رنگ مشکی موتور، خودتون تو کامنت‌ها بنویسید کدومش خوشگل‌تره. الان می‌خوایم بپردازیم به مهم‌ترین بحث این موتور، یعنی دیزاین داخلی این موتور، که چرا اومدن موتور رو به حرکت درآوردن همه چیزش نشون دادن ولی دیزاین داخلیش نشون ندادن، دلیلش چی بوده؟ میبینی که موتور افغانستان در اوایل ساختش و همچنین بعد تکمیل شدن دو عدد صندلی ماشین‌های لوکس داخلش استفاده شده و اون قسمت دیزاین‌های دیگه اش هم هنوز کامل طراحی نشده و قراره توی روزهای پیش رو که قراره بره به نمایشگاه اون دیزاینش رو خفن طراحی کنند و بفرستن که بره برای داستان. پس نگران دیزاینش هم نباشین، ان شاءالله در روزهای آتی هم از دیزاینش عکس و اینا کامل بیرون میاد. بعد یه امتیاز دیگه که این موتور داره اینه که شیشه‌اش به رنگ خیلی مشکی، یعنی هم دودیه خیلی دودیه، ربطی داره یعنی دیگه هیچ معلوم نیست بگیرنه دستگیر کلا. خب برابکس 5 جنوری 2023 منتظر این باشین که این موتور توی نمایشگاه به روز موعود روز با شکوه منتظر همچین روزی هستیم. واقعا افتخار میکنم به این انجینر، مرسی که این ویدیو رو تا اینجا دیدید و مرسی که این گروه رو حمایت میکنید، شخصا به خودمون افتخار میکنم. خیلی خوشحال میشم وقتی میبینم اینقدر تقدیر میکنن این موتور رو، اینقدر توی کامنت ها مهمه براشون و اینقدر بها دادن. خیلی حرفه به یه استعداد بها بدی. این ماشین قراره بره به نمایشگاه قطر. حتی که تو کامنت نوشته بود که آقا من خارج زندگی میکنم، بیایم یه کمپینی تشکیل بدیم، یه پولی جمع کنیم. آره. من خودم 100 یورو میدم. من افتخار میکنم به این کسایی که همچین نگرشی دارن. صمیمانه از ته دل دوستتون داریم. و پیشنهاد میکنم این ویدیوهای ما در مورد موتور افغانستان که توی شهر کابل به حرکت در اومده برای اولین بار توی هوای برفی نگاه کنین، خیلی ویدیوی خفنیه. تا ویدیوی بعدی بدرود.